طوری که قبلا اشاره شد شب شبات جز یعین و یا اگر یعین نداشته باشه با نون میتونه قدوش بگیر، غیر از این معنی نداره. اما صبح شبات اگر یعین نداره، خب اگه بخواد دست به شوری اما چه بگه؟ هر صبح هم این کارو میکنه. بنابراین میفرماند صبح شبات، قدوش صبح شبات اگر که یعین بهش نمیسازه، اذیتش میکنه، یا یعین نداره میتونه با خمر مدینا یعنی با آبجو قدوش بگه. قدوشش هم اشتباه کسی نگه، تو بر پراگفن بگی، رو آبجو بر پراگفن که نمیگم، همون انتشم شبان میزون لده و انتشم شبان میخونه، به جای بر پراگفن شکن یا بیدوارا میگه آبجو رو میخوره، اگه عرق میخوره کنیاک میخوره همینطور فرق نمیکنه، شکن میگه. اشتباه برداشت نشه که گفتیم صبح دوش استثناءن اگر یعین نداشت رو همار مدینا میتونه بگه. چرا میتونه بگه؟ چون ما میخواییم که فرق داشته باشه صبح شبات با صبح هفته. اگه صبح شبات هم یعین نداره، دست بشوره اموتسی بگه، صبح هفته هم همی کار میکنه، پس فرق شبات و هفته چیه؟ بنابرای ابراهیم که هکر باشه میفرمان صبح میتونه رو همار مدینا اتکا بکنه. میفرمان این در صورتی که یعین تو شهر نباشه، ولی اگر یعین تو شهر موجوده ولی میگه خب یعین گرونه، آبجو ارزونه، چیزی نیست، این غلطه. طبق ماران موقعی که یعین تو شهر موجوده با وجود این که گرونه، حتی برای صبح شبات صبح یوم توب باید گرونی بخره، خرج بکنه، کابود شبات رو پایین نذاره. ما میدونیم زونتاب شل آدم در گمارای بساط زین میفرماد زونتاب شل آدم خسوین لو مروششنا ادروششنا اکل به تشری خسم تشری، همه بودجه سالیانه هشم تعیین کنه که امسان فرض بکنیم طرف 5 میلیون دلار درآمد داشته باشه. فرماد اینا منهای خرجایی است که برای تلمود تورا میکنه، برای شبات یوم تور میکنه، برای روشه خودشین میکنه، برای میسوا میکنه، اینا استثناء اضافه بهش میدن. بنابراین نگی که من شبات من خیلی گرونه، من نمیتونم یعنی بخرم، بره با آبجو بخواد یا با عرق کنی و امثال اینها بخواد به سراقی دوش صبح شبات رو بگه یا صبح هم تو بگه، این کار نکنه، بلکه خرج بکنه شما هم بهش میده. میفرمان مشخصه که ما نمیتونیم اگر که همار مدینا داریم استفاده میکنیم یا کنیاک میگیریم یا عرق میگیریم فقط بچشیم، همونطور که یعین باید ملو لگماب بخوره یعنی اکثر ربیعیت رو با بنوشه، همینطور اگه عرق میخوره یا کنیاک میخوره باید همینطور باشه. آبجو که آسون تره که بخوردنش، ولی عرق یه کمی مشکله که بخوره، ولی باید بخوره. اگر میخواد که روی عین نمیتونه بگه عین اذیتش میکنه، عرق خوره خیر، خوب کنیاک خوره، ویسکی خوره، بابون برخا میگه شعکل البته و باید ملو لگما بخوره. یعنی اگر ما ربیعیت رو خوص میدونیم 86 گرم یا 81 گرم گرم اکثرش باید بخوره، یعنی 44 گرم باید بنوشه. اگر ملو همش بخوره که ربیعیت بخوره که چه بهتر. فرمان اینجا یه هلخایی باید متذکر بشه. اگر موقع قدوش نیست مثل هفته، یه نفر میاد عرق میریزه تو پیاله
یا کنیاک بریزه میخوره، رویت میخوره 81 گرم یا 86 گرم مینوشه، یه ضربان مینوشه، نه جرعه جرعه، نه جرعه جرعه، کم کم که بخوره میسترف نمیشه. آبام همینطور باشه، اگه آبام آدم میگیره تو تابستون یخ انداخته توش، بعد یک کم میخوره بعد مکس کنه، یک کم میخوره مکس کنه، مثل چایی که ما میخوریم، یک کم میخوره چای داغه، کم کم میخوره برخای آخر نداره، اون جای خودش، اون حرفی درش نیست. ولی نه، این عرق میخواد یه پیاله میگیره روید همش میزنه بالا. در هفته داریم به حرف زنه موقع قیدوش میفرماد برخای آخر نگه. برای چی؟ مگه ما نمیگیم که اگر ربیعیت آدم بخوره برخای آخر داره، برخای اولش شکره، برخای آخرش هم بره نفه شده. میفرماد باطلا دعتو اصف کل آدم، مردم به طور استاندارد کسی نمیاد پیاده عرق رو همینطوری سر بکشه. این عرق خورای حرفه‌ای هستن که این کار میکنن، و بنابراین میفرماد خودش رو توی درد سر برخای آخر نندازه و بهتره که برخای آخر رو نگه. روز خوبی داشته باشید.